داستان دست شماره ده از کتاب چار هزار واجه The First Peacock اولین تاووس First یعنی اولین Peacock یعنی تاووس Argus lived in ancient Greece یعنی Argus تو یونان باستان زندگی میکرد Argus lived Argus زندگی میکرد in توی ancient Greece یونان باستان He was a husband این the proud father یعنی اون یه شوهر و یه پدر مفتخر بود منظورش اینه که به شوهر بودن و پدر بودنش افتخار میکرد he was اون بود a husband یه شوهر and و a proud father یه پدر مفتخر he worked hard and did well at his job اون سخت کار میکرد و کارش رو خوب انجام میداد یعنی تو کارش خوب بود he worked hard سخت کار میکرد and did well at his job توی کارش خوب بود but one things about him wasn't normal ولی یه چیزی در مورد اون نرمال نبود but ولی one things یه چیز about him در مورد اون wasn't normal نرمال نبود he was born with 100 eyes او سد تا چشم به دنیا آمده بود متولد شده بود he was born و متولد شده بود with با 100 eyes 100 تا چشم having many eyes was usually a benefit to him داشتن چشمان خیلی زیاد معمولا برای او یه مزیت بود having داشتن many eyes یه عالم چشم was, was بود usually معمولا a benefit to him یه مزیت برای اون he had a chance to see many things اون این شانس رو داشت که چیزای خیلی زیادی رو ببینه he had a chance اون داشت این شانس رو سی ببینه منی سینگز چیزهای خیلی زیادو. also همچنین since he had so many eyes یعنی از اونجایی که یه عالم چش داشت also یعنی همچنین since یعنی از اونجایی که یا چون که he had اون داشت so many eyes یه عالم he was very good at guarding things یعنی اون توی نگهبانی دادن از چیزها خیلی خوب بود he was یعنی اون بود very good at یعنی خیلی خوب توی guarding things این نگه با این دادن از شیصا. توجه کنید اینجا گاردنینگ به این دلیل آینجی میگیره که بعد اتومده اومده همیشه بعد اتفل فیل ing میگیره while sleeping یعنی وقتی که خوابه he only rested a few eyes at a time یعنی اون فقط در آن واحد به چند تا عد استراحت میده he only اون فقط رستد یعنی استراحت میده a few eyes چند تا از چشش at a در آن واحد at a یعنی در آن واحد the awake یعنی بقیهش بیدار میمونن منظور اینه که مابقی چشاش بیدار میمونن the others, یعنی بقیهش مابقی چشاش stayed awake بیدار میمونن کلمه awake یعنی بیدار for هرا اون برای هرا کار میکرد منظورش اینه که آرگست برای هرا کار میکرد هرا تو اساطیر یونان همسر زوس هستش زوس خدای خدایان تو اساطیر یونان هی ورکد فور هرا اون کار میکرد برای هرا ا great گادس یه الهه بزرگ گادس یعنی الهه داره هرا رو معرفی میکنه میگه هرا یه الهه خیلی بزرگی بود His primary function was to guard a special cow یعنی کار اصلی اون این بود که از یک گاوه خاص نگهبانی بده یا محافظت کنه His primary function یعنی کار اصلی اون کار اصلی آرگس ببین پرایمری یعنی اصلی فانکشن یعنی کار دیگه هیز پرایمری فانکشن کار اصلی اون واز تو این بود که گارد نگهبانی بده اسپیشال cow از یک گاو خاص اسپیشال یعنی خاص The cow was very important to Hera یعنی اون گاوه برای هرا خیلی مهم بود The cow یعنی اون گاوه was بود Very important خیلی مهم to Hera برای هرا her. It was her favorite pet اون حیوان خونگی مورد علاقهش بود حیوان خونگی مورد علاقه هرا بود ایت فاز یعنی اون بود هر فیورت پت حیوان خونگی مورد علاقش. فیورت یعنی مورد علاقه پت یعنی حیوان خونگی The most essential part of his job was to keep the cow alone یعنی مهمترین اساسی ترین ضروری ترین کار او تنها نگه داشتن گاوه بود ببینید the most essential یعنی مهمترین ضروری ترین part of his job یعنی بخش کار اون was to این بود که keep the cow گاور رو نگه داره alone تنها بنابراین the most essential part of his job مهمترین قسمت کار اون was to این بود که keep the cow alone گاور رو تنها نگه داره it had to be kept separate from all the other cows and far away from people یعنی اون باید از گافای دیگه جدا نگه داشته میشد و دور از مردم میموند ببینید it had to یعنی اون باید be kept separate یعنی جدا نگه داشته میشد from all the other cows از همه گافای دیگه and far away from و دور میموند از far away from یعنی دور موندن از people مردم اوکی okay. میگه دیس واز ان ایزی جاب فور آرگس میگه این خیلی کار آسونی بر آرگس بود دیس واز این بود ان ایزی جاب یه کار خیلی راحت فور آرگس برای آرگس دی کاو جس ایت گراس اول دی یعنی گاوه کل روز فقط علف میخورد دی کاو یعنی اون گاوه جاست فقط ایت گراس یعنی علف میخورد اول دی کل روز ایت هم گذشته ایت به معنای خوردن But the god Zeus wanted the cow ولی خدا زوس گاور رو میخواست But ولی the god Zeus خدا زوس wanted the cow گاور رو میخواست He wanted to take it away from her اون میخواست اون رو از هرا بگیره یعنی خدا زوس میخواست گاور از هرا بگیره He wanted to اون میخواستش که take it away from her اونو رو بگیرتش از هرا He had a plan اون نقشه داشت He had اون داشت a plan یه نقشه he found a great music player اون یه نوازنده موزیک عالی پیدا کرد he found اون پیدا کرد a great music player یه موزیک پلیر عالی he asked the man to play a beautiful song for argus اون از مرد خواست که یه ترانه خیلی زیبایی بر آرگست بنوازه he asked the man اون از مرد خواست از مرد درخواست کرد تو پلی که بنوازه A beautiful song یه ترانه زیبا for Argus برای Argus Zeus was certain Argus would go to sleep Zeus مطمئن بود که Argus به خواب خواهد رفت یعنی تو این شرط اون به خواب میره Zeus was certain Zeus مطمئن بود certain یعنی مطمئن Argus would go to sleep Argus به خواب خواهد رف. اینجا بودی منظورش تو این شرایطه اگه نوازنده موزیک خوب به نوازه, Argus میخوابه The song had an immediate effect یعنی اون آهنگ تاثیر فوری داشت the song یعنی اون آهنگ حد داشت An immediate effect تاثیر فوری ببین immediate یعنی فوری effect یعنی تاثیر اثر Argus couldn't focus on his job Argus نمیتونست تو کارش تمرکز کنه Argus couldn't Argus نمیتونست focus تمرکز کنه on his job توی کارش he fell asleep خوابش برد به خواب رفت fell asleep یعنی به خواب رفتن those sadies زئوس اینو میبینه این صحنه رو میبینه زوس سادیس اینو میبینه ان هیتسوکت کاو و گاوه رو بر میداره هیتوک یعنی اون بر میداره میگیره د کاو یعنی اون گاوه رو هرو واز وری آرگست. خیلی از دست آرگس عصبانی بود هرو واز بود وری انگری خیلی عصبانی از آرگس آرگس شی ترنت اونو تبدیلش کرد به تابوس به پیکاک ببینید کلمه turn into یعنی تبلیل کردن she turned him into یعنی اون هرا اونو تبلیل کرد آرگس رو کرد a peacock به تابوس she put his many eyes on his tail اون اون همه چشش رو یا همه چشش رو گذاشت روی دومش یعنی تمام چشش آرگست رو اون همه چشی که آرگس داشت رو گذاشت روی دومش she put اون گذاش his many eyes یعنی اون همه چشش رو on his tail روی دومش Argus was very sad. Argus خیلی ناراحت بود. کلمه sad یعنی ناراحت. Zeus saw how much trouble he had caused Argus. Zeus دید که چقدر دردسر برای Argus درست کرده بود. ببین Zeus saw. Zeus دید how much trouble چقدر مشکل he had caused Argus. برای Argus درست کرده بود. موجب شده بود برای Argus. کلمه caused یعنی موجب شدن دیگه. He made another plan او نقشه دیگه کشید Make plan نقشه کشیدن گذشتش میشه made plan He made another plan او نقشه دیگه کشید He turned Argus into a group of stars اون Argus رو به گروهی از ستاره ها تبدیل کرد He turned Argus into اون Argus رو تبدیل کرد به A group of stars گروهی از ستاره ها He wanted Argus to remain in the sky forever. اون میخواست که آرگوس برای همیشه توی آسمون بمونه، باقی بمونه. He wanted Argus. اون میخواست که آرگوس تو ریمین که بمونه، که باقی بمونه. کلمه ریمین یعنی موندن یا باقی موندن توی جایی. in the sky توی آسمون، forever برای همیشه. Even today، حتی امروز، even یعنی حتی. Argus image remains there. یعنی تصویر آرگوس اونجا مونده، باقی مونده. ریمین یعنی باقی موندن دیگه ایمیج هم تصویر above the site where all his problems began یعنی بالای مکانی که همه مشکلاتش شروع شد ببین above یعنی بالای the site where مکانی که all his problems همه مشکلاتش began شروع شد we can still see him in the night sky ما هنوز اونو میتونیم تو آسمون شب ببینیم we can ما میتونیم still هنوز see him اونو ببینیم آرگس ببینیم این the night توی آسمون شب پایان داستان درس شماره درس کتاب 4000 واژه بچه ها امیدوارم که دوست داشته باشید این درس و اگه این درس دوست داشتید برای حمایت ما حتما لایک کنید و کامنت بزنید چون اینجوری باعث میشه که کانال ما به افراد بیشتری نشون داده بشه سابسکرایب حتما بکنید و اون زنگولا رو هم بزنید چون اون زنگوله رو که میزنید بلافاصله بعد از اینکه ما ویدیو منتشر میکنیم بر شما فرستاده میشه باز هم ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودید مرسی از شما روزتون بخیر خدا نگهدار